با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب بریم یه خبر توپ هسته‌ای بهتون بدم. آقای اسلامی ظهر امروز خبر دادن که ایران مشتقات آب سنگین رو به دست آورده. رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام این خبر تشریح کرد: ما ترکیبی از لیزر و فناوری زیستی را با کاری که روی مشتقات آب سنگین برای داروها داریم دنبال می‌کنیم، یکی از بروزترین جهت‌گیری‌ها و اقداماتی است که در بخش آزمایشگاهی آغاز شده است و امید ایجاد کرده است که ما این را به صورت گسترده گسترش بدهیم. حوزه‌های لیزر هست که ما ترکیبی از لیزر و فناوری زیستی رو با کاری که روی مشتقات آب سنگین برای داروهای دوتره داریم دنبال میکنیم، این یکی از روزترین جهتگیری ها و اقداماتیه که در بخش آزمایشگاهیش اینها شروع شده و امید ایجاد کرده که ما بتونیم این رو به صورت کاملا گسترده‌ای گسترش بدیم. نکته مهم این بخش بحث مشتقات آب سنگین. مشتقات آب سنگین امروز روزترین دستاوردیه که کشور پیشرفته در اون تراز قرار. خب همونطور که متوجه شدین دوستان، این دستاورد برای ایران خیلی مهم و حیاتی است و همین دستاوردها یه عده رو بدجوری داغون و فشاری میکنه. البته اون جماعت هم دیگه دارن زور آخرشون رو میزنن. بذاریم با اربابشون شروع کنیم، به اونا هم میرسیم. ساعتی پیش رسانه‌های عبری یه برنامه داشتن و تو این برنامه خلبان سابق نیروی هوایی ارتش اسرائیل به صراحت تمام میگه که نتانیاهو جاسوس ایرانه. אבל הוא אומר את הדברים שהוא לא יציית לפסיקת בתי המשפט. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אני חושב, תסלחו לי על הבוטות עכשיו במה שאני אגיד, אבל אני אהיה מאוד בוטה. تو این ویدیو وکیل برجسته اسرائیلی و خلبان سابق نیروی هوایی ارتش اسرائیل در مصاحبه‌ای در شبکه 12 رژیم صهیونیستی میگه به نظر من نتانیاهو در حال حاضر جاسوس ایران است. اگر کسی وجود داشته باشد که به امنیت کشور، اقتصاد کشور و دولت در کشور آسیب میرساند، این نخست وزیر است که به کشور حمله میکند. نتانیاهو هم از خودشونی ها بوده، ما خبر نداشتیم. این وضعیت داخلی و خارجی این رژیم هست و بدون اینکه خندشون بگیره واسه ایران خط و نشون میکشن. یه نکته ای رو بگم دوستان، تا چند سال پیش اینا اگر گندگویی میکردن آمریکا و یه سری دیگه هم باشون همراهی میکرد، ولی الان چی؟ خودشون قبول دارن که کارشون تمومه و هیچ نیازی به ایران و مداخله نظامی جمهوری اسلامی ایران نیست. خودشون دارن از درون متلاشی میشن. بعد یه عده برخلاف مقامهای اسرائیل باور دارن که نه، رژیم صهیونیستی خیلی قدرتمنده. مثلا این جماعت مزد بگیر خودتحقیر. چقدر فکر میکنید که واقعا یک رویاروی ممکنه؟ رویاروی بسیار ممکنه. جمهوری اسلامیه که اگر یک فشار حداقل نظامی یا یک برنامه عملگرایانه نظامی رو در مقابل خودش نبینه، به رفتار خصمانه خودش ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی هیچ زمانی در روند بهبود زندگی برای مردم ایران گام بر نداشته که الان دو مرتبه ما بگیم که خب حالا اگرم یک تهدید نظامی نداشته باشه وضع زندگی برای مردم ایران بهتر خواهد. میبینین تو رو خدا کیا شدن وکیل وسیگ مردم؟ تو که انقدر مردم میکنی، پس چرا داری رویارویی نظامی از اربابت گدایی میکنی؟ جنگ بشه فقط پادگان سپاه رو میزنن، مردم اصلا آسیبی نمیبینن. البته مدیونین اگه فکر کنین اینا آخرین دست و پا زدن های این رسانه و ارباباشون هست. چرا دارم اینو میگم؟ همونطور که تحولات اخیر مخصوصا اخراج از لندن و به تبع اون بروز و ظهور اختلاف نظرهای شدید، شبکه اینتر آشغال رو در سراشیبی سقوط قرار داده.
سامان رسولپور از تهیه کننده های مثلا ارشد این شبکه بعد از سالها فعالیت با اشاره به این اختلاف ها مجبور به استعفا از این شبکه شده. اولین کلیپ رو همینجا در همین راستا ببینیم. تلویزیون ایران اینترنشنال، اینا یک واقعیت اینه که متاسفانه ما میبینیم در عرض این چند ماه بخصوص بعد از این که اون گروه همبستگی مهسا فروپاشی شد، خب برخی از این تلویزیون ها مثل اون تلویزیونی که شما اسمش بردید، خب اینا واقعا در صدد اینی به صورت بسیار زیرکانه ای در صدد ایجاد اختلاف، در صدد ایجاد تنش و دشمنی بین شاهزاده از یک طرف و گروه های دیگری که خیلی مشهود بود، کاملا مشهود بود. بله درسته. اینها تظاهرات رو لوس میکنن، افراد خودشون رو میارن در تظاهرات که اونا سخنرانی کنن، اینها اعتصاب قضا رو لوس میکنن، طرف اعتصاب قضا کرده صد و خورده روز از منم گندتر و سرحالتره و این بقیده من باعث دلسردی بسیاری شده، باعث واقعا نگرانی بسیاری شده و به همین دلیل ما میبینیم که امروزه متاسفانه این جنبش ما به اون صورتی که باید پیش میرفت مصادره و مطلوب شد توسط این افراد و توسط این رسانه ها و جمهوری اسلامی هم داره سودشو میبره. حالا این تصویر رو داشته باشین. رسولپور بعد از استعفا یه جورایی تیکه‌ای هم به بقیه عوامل انداخته. اگر دوست داشتین میتونین این تیکه از ویدیو رو نگه دارین و خودتون مطالعه کنین. یک تازی ها، صرف هزینه های گزاف، اعتماد بیش از حد بازیگردان های پشت پرده از آمریکا و اروپا باعث شکل گیری کمپین های انتقادی از طرف سایر معاندین شده و شبکه رو در محاق برده و به زودی پشت پرده های شکستش عیان‌تر هم خواهد شد. و همطور که میبینین دلیل اصلی این استعفا افزایش اختلافات درونی اعلام شده. لازم به ذکره همزمان با افزایش این تنش‌ها سیما ثابت و نیوشا صارمی از مجریان این شبکه هم چند روزیه که اجرا نمی‌کنن. حالا بریم ادامه افشاگری کارشناس اینتر آشغال رو با هم دیگه ببینیم. یکی از به اصطلاح پربیننده‌ترین، حالا من نمی‌دونم پربیننده‌ترین هست یا نیست، که افراد زیادی میرن، برنامه چشم‌انداز است توسط خانم سیما ثابت یا شهرکی. این رو من میدونم. خانم شهرکی جزء محدود کسانی است در بین تمامی رسانه‌های دیگه. معمولا رسانه‌های دیگه از شما بازجویی نمی‌کنن قبل از مصاحبه، اصلا نمی‌کنن. فقط میگن موضوع اینه، بیایید 3-4 دقیقه صحبت کنید و سلام نامتون. خانم شهرکی تنها کسی که زنگ میزنه، میخواد ببینه چجوریه، حرفاتون چجوریه. اگر با حرفاتون موافق باشه شما رو دعوت میکنه. میبینیم هر روز یک آدمای عجیب و غریبی رو میارن و بعضی موقع من خیلی عذر میخوام اینو چون نوشتم اینجا تلویزیون شما میگم آچار فرانسه است، یعنی به هر نوع پیچی که بخوای بخوری این میخوره، این آچاره. باور کن در مورد مثلا در مورد فضا نیوز، در مورد نمیدونم هسته‌ای، در مورد محیط زیست، در مورد سیاست اقتصاد، در مورد بهداشت، در مورد واکسن، همین خبرنگار خودشون میارن، اینم جلوی تلویزیون میشینه چند تا چشمک میزنه، سری حرف میزنه و میگه، به در صورتی که واقعیت اینه که هیچ گونه آگاهی در اون مورد به خصوص نداره، ولی اینا هستن. کسی هم نمیتونه از اونها انتقاد کنه، خیلی هم ساده است. اگه انتقاد بکنید برای همیشه هست خواهید شد. منتظر باشین دوستان، به زودی خبرهای بسیار خفنتری از این رسانه خواهید شنید و اگه میخواین اولین نفرهایی باشین که از اخبار و تحولات این رسانه و قمپوزیسیون با خبر بشین، حتما این زنگوله ها رو بزنید. خب حالا بریم یک کلیپ ببینیم از قدرت نمایی آمریکا و ناتو در خلیج فارس. آقا من کرکوپرام ریخته. The Pentagon says it will send an additional 1,000 troops to the Middle East. The US is sending at least 3,000 soldiers to the Middle East. The U.S. is deploying thousands of Marines and additional forces to the Middle East. The U.S. military is deploying 3,500 more soldiers. Within the last hour, the Pentagon announced that it'll be deploying about 1,500 extra troops to deter potential Iranian aggression. Enough is enough. This is part of Iran's malign behavior that they've been spreading across the region from Africa all the way through the Middle East into Afghanistan now for 40 years. And it's this type of bad behavior that simply needs to end. بله، اینم از فرجام لشکرکشی نیروهای ویژه آمریکایی به خلیج فارس و منطقه. و اما آخر این ویدیو اختصاص داره به کسی که یک تنه جلوی یه لشکر ایستاد و حالا بعد از این همه مدت هنوزم نگاهش رعشه به تن دشمن ایران و ایرانی میندازه.
امروز سال روز اسارت شهید مدافع حرم محسن حجاجی هست. زمانی که همه دوربین های جهان رو موضوع اسارت یک پاسدار زوم کرده بودن، محسن با اقتدار و صلابت بدون هیچ ترسی در چهره یا اغماز در رفتار آبروی سپاه و نیروهای مسلح ایران رو یک تنه خرید. سپاه با توجه به شرایط حاکم بر جامعه سعی داشت محسن رو با اسرای داعشی تبادل کنه که این امر محقق نشد و داعش در 18 مرداد ماه گلوی این بزرگ مرد رو برید و محسن حجاجی به مقام رفیع شهادت نائل اومد. حاج قاسم سلیمانی در زمان شهادت محسن حجاجی گفته بود که قسم به حلقوم بریده شهید حجاجی زمین را از لوس داعش پاک می‌کنیم. کمتر از 4 ماه بعد سردار سلیمانی پایان سیطره داعش رو اعلام کرد. روحشون شاد و یادشون گرامی. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.